الحمد لله الذي من علينا بحبيبه ونجيبه والصلاة والسلام على أشرف الأنام مصدر الخير بأمر ربه وأشرف بريته حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وعلى أهل بيته العطيبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين الأمجدين الهادين المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هزار طایفه آمد، هزار مکتب رفت. هزار طایفه آمد، هزار مکتب رفت و ماند شیعه که قال الامام صادق داشت. تقدیم به ساحت وجود نازنین شیخ الائمه مبین احکام نبوی، پیاده کننده اهداف فرهنگی عاشورا، وجود نازنین آقا و مولامون امام صادق سلام الله علیه، تسلای دل نازنین و باهر النور امام زمان صلواتی هدیه بفرمایید. طول امامت حضرت صادق علیه السلام مستحضرید 34 سال بود و چقدر این قصه زیاده در این خانه سید الشهدا بگیم به امام 65 ساله ما شیخ الائمه لقب دادن. ببینید چقدر فرزندان زهرای مرضی سلام الله علیها رو زود شهید کردن، تقریبا همه حضرات معصومین رو که در بینشون 65 سال امروز هم یک عمر تقریبا معتدل و عادی است. سبحان الله، طول امامت 34 ساله، از سال 114 هجری تا سال 148 که یک دوران بسیار مهم و عجیبی است. بعضی ها از این دوران که بخش ابتدائیش در دوره وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه بود و اکثریتش به دست یداللهی شیخ الائمه سپرده شد، دوران فترت یاد میکنن، میگن در همین ایام اضمحلال حاکمیت طاغوتی بنی امیه و بعدم تقریبا پایه‌گذاری و برنامه ریزی برای تاریک صفتان سیاه اندیشه به ظاهر سیاه پوش بن العباس. خب تو این انتقال قدرت امام ما بی بدیل ورود کردن و از این فرصت به بهترین شکل و نحو ممکن بهره‌مند شدن. البته این تصور نباشه که بدون دغدغه، بدون ناراحتی، فشارها، خیانتها، جنایتها، جسارتها بین 4 تا 7 مرتبه آوردن در تاریخ که وجود نازنین امام صادق علیه السلام رو بی‌ادبانه احضار کردن، که حالا یه دونش در دارالخلافه مدینه بود و قصه منصور دوانقی لعنت الله علیه که با یه وضع عجیبی، خب فضل ابن ربیع رو میفرسته، شبانه میفرسته دل شب، که حالا خود این روزه یه که معروفه و همه میخونن چه کردن با امام،
که حضرت وقتی رسیدن نفرمودن چرا نیمه شب، چرا اجازه ندادید سجاده جمع بشه، سر برهنه، پای برهنه، من پیاده، دست بسته، اینا رو نگفتن. آقا فرمودن فقط از این به بعد منصور کسی رو خواستی مأموریت بدی، به این ابن ربیع مأموریت نده. این اهل جسارت و زخم زبانه. من روز شهادت و عاشورای امام صادقم جرأت نمیکنم بگم. پسرشون هم به همین درد مبتلا شدن، وجود نازنین موسی بن جعفر. فرمودن این سندی ابن شاهک رو، او رو نفرستید، اذیت میکردن، زخم زبان. این نبود که آقای ما در یک امنیت و آرامش و سلامت و صلابت کامل و واگذاری و واسپاری امور ورود در عرصه جهاد علمی و فرهنگی بکنن. نه خیر، این گونه نیست. اتفاقا اواخر جریان بنی امیه برنامه ریزی پایه‌گذاری بر این مبنا بود که در جلد دوم کتاب شریف کافی است تعبیر خود حضرت صادق علیه السلام خیلی عجیبه. آقا می‌فرمایند بنی امیه فهم ایمان رو برای مردم آزاد گذاشتن، گیری نداشتن. اگر کسی میخواد دنبال فهم ایمان و کسب ظواهر دین برود، خیلی جالبه ها، اما جلوی شرک، فهم شرک رو گرفتن. یعنی معلومه که با برنامه ریزیه فضای فهم ایمان رو آزاد گذاشتن، اما جلوی فهم شرک رو گرفتن. لکی، به چه دلیل؟ اذا حملوهم علی، اگر خواستن مردم رو بر مدار شرک تربیت بکنن، مردم متوجه نشن، ادراکی نداشته باشن. این جمله میدونید یعنی چی؟ یعنی فضای سیره نبوی، اون اسلام نابی که قرار تمام نظام بشری رو احیا بکنه، اسلام نابی که هدفش رسیدن به اعلی درجات کماله، نه اینکه فقط درش بیان یه خدشه ای وارد بکنن. چون فقط ما تصور میکنیم یه اهمالی شد در سیره پیغمبر، نه، اینها در پی هدم و از بین بردن اساس دین خدا بودن، با شرک، با سخت‌ترین معصیت. شما ترجمه اگر بخواید از امویان داشته باشید، چگونه سیر نزولی دادن مقام ولایت کلیه الهیه نبوت که توامان رسول اعظم امامم هستن، مقام امامت و ولایت رو خب جریان سقیفه با طراحی همین سران بنی امیه که گوی قدرت رو به زعم خودشون میخواستن به دست بگیرن، این حقیقت رو آوردن به خلافت تنزل دادن، خلیفه تراشی کردن. اونچه که خدا در تعیین و تعین قرار داده با این همه سرمایه، بالاترین توصیف مقام رسالت پناهی پیغمبر که اگر حبیبم علی مرتضی به این جامعه معرفی نشود فما بلغت رسالت، انگار هیچ کاری تو این 23 سال تبلیغ نکردی. این مقام والا که رسما به شما عرض میکنم امیرالمؤمنین ازش تعبیر به غصب کردن، مولای ما رو، دو تا امام رو، مردم مدینه چجور شما دیدید و صامت و ساکت بودین؟ دو تا امام رو دست بسته تو شهر جد ائمه رسول گرامی اسلام دست بسته بردن در تلی آقا جانمون امیرالمؤمنین، از خانه تا مسجد مردم هم تماشا چیان. که هم وجود نازنین امام صادق، آدم تحیر میکنه، این همه ارادتمند و شاگردی که تو تشییع آقا جانمون مدینه رو قوقا کردن، چی شد که امام غریبان و دست بسته؟ چگونه میشود حجمه به حریم بیت نور امام صادق بیارن و مثل خانه جدشون امیرالمومنین خونه رو تو مدینه امن نبوی آتش بزنن؟ الله اکبر.
وقتی دست آقای ما رو بردن، دست ید اللهی مولا که بسته شد، حضرت با تحکم فرمودن افتأخذونه قصباً منا اهل البیت. دارید این مقامی که خدا و رسول به ما خانواده فضلاً عنایت کرده، خدا به ما این مقام و کرامت رو داده، این مقام رو میخواید غصب کنید؟ که اگر امر نبی، اگر وصیت رسول خدا نبود، وقت علی وای نمیستاد شما اینجوری برخورد بکنید. که آقا اونو میبردن زیر لب میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بلا فاصله وقتی بازوی اجرایی سقیف امور و شون رو به دست گرفت، یعنی معاویه علیه النار والهاویه، معاویه همه میگن آقا اهل سالوس و سیاست و مکر و بازیگری بود، درست، یه امر و آسی رو در کنار خودش مشاور داشت، و میگن اونی که تجاهر به فسق داشت و دیگه علیه دین علنن صحبت کرد، کی بود آقا؟ پسرش یزید. یعنی حضرت سید الشهدا تأسی به مقتدا و امام خودش حضرت مجتبی سلام الله علیه کردن. 10 سال میگن وجود نازنین سید الشهدا، بله دست به قبضه شمشیر نبردن، زمانیشون فرمود و علل اسلام السلام، که مثل یزیدی اومد بخواد سرپرستی رو دست بگیره. اون یزید که اعتباری نداشت که. از کجا سقوط بنی امیه عزیزان آغاز شد به سمت این شرک که خدا میفرماید من همه گناهان رو میبخشم مگر شرک، آیه‌ای که در تلیه سخن عرض کردم، هر گناهی بخشودنی است مگر شرک. و جریان بنی امیه که تو زیارت عاشورا قاطبه شون رو ما لعن میکنیم، اینا این کار رو کردن. معاویه فضا رو که مساعد دید اصلا با خلافت هم خداحافظی کرد، اسناد ثبت شد در تاریخ، ابو ریحان و دیگران آوردن که میگن وقتی معاویه لعنت الله علیه نام نگاری میکرد در بلاد اسلامی، پای نامش مینوشت الملک معاویه رسماً، یعنی ولایت، امامت، تنزل به خلافت، سقوط به سمت سلطنت، پادشاه معاویه. اصلا او عملا انکار کرد، فرزندش فریاد زد، دیگه صریحا رونمایی کرد. والله اساس انحراف و ازلال رو شما ببینید. حالا اینا دیگه صریح شدن تو این صراحت و تجاهر و جنایتی که در مسیر شهادت سید الشهدا علیه السلام رقم زدن. وقید سیاست باز بعدی، نااهلانی که روزی که مردم دغدغه انتقام سید الشهدا رو داشتن، زمانی که پرچم ها برافراشته شد به خونخواهی سید الشهدا، خیلی ها اومدن، افراد زیادی از تلیعه توابین تا 5 سال بعد عاشورا، جناب مختار، بعد از اونم مردم فهمیده بودن چه جنایتی اتفاق افتاده، ظلم به سبط النبی فراگیر شده بود. آقا بن العباس هم این فضا رو متوجه شد، نیومدن به ظاهر، اومدن یه ارادتی به حضرات اهل بیت و خونخواهی امام حسین علیه السلام نشون دادن، با پرچم برای خونخواهی امام حسین اومدن، گفتن اصلا ما اومدیم مشکی پوش امام حسینیم. ولی در اصل داشتن با فریب و تدلیس دلهای ارادتمندان به ساحت اهل بیت رو تصاحب میکردن که برای خودشون صندلی قدرت بتراشن، و موفقم شدن. جنود ابلیس موفق شدن، قریب به 500 سال اینا اومدن رو صندلی سلطنت نشستن. 5 قرن ۱۳۶ سقوط اونهاست، اینا اومدن دقیقاً پایه‌گذاری حاکمیت عباسیون در طول امامت حضرت صادق علیه السلامه، که آخرش در ۱۴۰ تا ۱۴۸
آقا مواجه میشن با این خبیثی که دلهای ما رو داغدار کرد، عامل شهادت امام صادق منصور دوانقی. 8 سال این نااهل بر این مسند نشست و چه مستی کرد. همینایی که به اسم دین، به اسم دفاع از ارزش‌های اهل بیت اومدن، او هم رسماً به امام صادق میگه آقا من معذرت میخوام، حالم حال عادی نبود، من مست بودم با شما برخورد کردم. اینا هم اهل فسقن، اما اولش چجوری میان جلو؟ شب جایی عرض کردم پهلوی اول وقتی خواست بیاد جلو، بزرگترها اینجا هم میدونن، جای نازمزاده، بزرگتران عزیزان، پهلوی اول وقتی خواست بیاد مستقر بشه، خوب مکاران و روباه پیر سیاست بازی، نه سیاست استعمار پیر، دل مردم ایران رو میشناختی، کاری که ملل عباس هم کردن، مردم ارادت دارن. طلیعه که اووردنش آقا با گل به سر زدن برای امام حسین و طلیعهش این بود، پا برهنه شدن و خودش حرکت کنه برای امام حسین و اینجوری اومدن جلو. اما آخر کار به کجا منتج شد؟ آقا به دست خودش. خاطرتون هست از پدران بزرگوار، همون حاج اکبر آقای ناظم و بزرگان و عقبه نوری که دیگه نمونه هاشون رو نمیشونه پیدا کرد، یه نسل جلوترها کار به جایی رسید مثل شم باید میرفتن تو زیر زمین ها اجداد ما برای اینکه روزه امام حسین رو حفظ کنن. روزه قدقن شد، خوندن روزه امام حسین تعطیل، برخورد میکردن، روزه حق نداشت کسی بخونه. خب رونماییش هم تو همین عصر ما میشود دیگه. خیلی جالبه این همه ارادت، ارادت ایران اینا، بعد میبینیم توفاله عقبه شون باید کنار دیوار توبه یهود بره وایسه. سیر رو ببینید، سیر رو ببینید. ولی اولش که میان ظواهر حاجی هم میشن، حاجی هم میشن ظواهر، ولی باطن امر رو نگاه میکنی فسق علنیست. شرب خم برای بنی العباس یه امر عادی، ولی رو نمیکردن اولش که. دین رو باید با دین زد. هر دو پایه و بال ابلیس در ازلال و مشرک سازی عالم اسلام، یعنی تعبیر رو عرضمون رسیدید، اصلا یه جوری مردم رو به سمت شرک بردن که خودشون نفهمیدن. این کار بنی امیه بود، یعنی سقوط و هبوط نظام اسلامی، سرمایه گذاری همه اهداف انبیا برای وجود زیجود پیغمبر، پیغمبر رو قدیر. اگر این زبان تفصیل حقیقت اسلام ناب تو این فرصت و فترتی که حاصل شد میدون نمی اومد، عزیزان من، ما چیزی امروز به نام مسلمانی نداشتیم. نه فقط بگیم شیعه جعفری، بله رئیس مذهب ما امام صادق افتخارم میکنیم، میبالیم به این سرمایه. تلیه ارزم هم به تو گفتم، همه مکاتب و اندیشه ها، اونی که امروز واقعا کسی با انصاف و عقلانیت امروز بیاد یک مکتب معتدل بدون پیرایه رو بخواد پیدا بکنه که همه آداب و همه سرمایه های اسلام نابا، به گوینده نگاه نکنید، اون که دم از اسلام میزنه، نه، به اون اصل تشیع، به اون اصل تشیع، به اون فارغ التحصیلان اصیل مکتب تشیع، اگر کسی به اینا نظر بکنه همین الان متوجه میشود عالی ترین، متعالی ترین و متعادل ترین مکتب فکری این سرمایه است که امام صادق علیه السلام نصیب ما کردن. میبالیم، مفتخریم که شیعه جعفری هستیم. اما عرض میکنم که تمام عالم اسلام مرهون و مدیون این اقتدار و این طول زمان امامت شیخ الائمه امام صادقه. ما برای حرفمون داعیه داریم، سند داریم، همونایی که اومدن ریزخار مکتب این آقا شدن، یه فصلی
حالا بعضیشون با نفوذ، بعضی هم همینا اومدن مسلط بر اذهانشون شدن، از مشرب امام صادق جداشون کردن، بردنشون در سراب زلالت و شرک و متاسفانه افتراق. ولی طلای داران مکتب عامه و اهل سنت همشون اقرار دارن که آقا ما سر این سفره بودیم. مالک ابن انس مکتب مالکی میگه ما رعیت و عینی، این جمله ایشونه، همه بزرگان عامه نقل کردن، ما رعیت و عینی تو صریح ترین روایتش اینه افضل، اما اعلم شنیدم، اطیب شنیدم، ما رأیت عینی افضل من جعفر صادق، چشم من زیر این آسمون مثل امام صادق ندید. این اقرار رو شما ببینید. بعد خودشون رفتن تو مسیر، به جای اینکه از هادیان امت، از صادقان حریم وحی که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تقواه نبود و کونوا مع الصادقین، به جای اینکه معیت با اهل صدق پیدا بکنن، خودشون رو وقف امام بکنن، خودشون رفتن بساط شرک و اعوجاج ایجاد کردن، یعنی مسیر رو گم کردن. سلسله کجاست؟ ما یه سلسله طلایی داریم، فدای امام رضا بشم که اون سلسله تو ذهب رو مطرح کردن. وقتی امام ما میفرمود قال رسول الله، جمال پیغمبر صلوات بفرستید، مادم به امام گفتن آقا پدرتون امام باقر محکم میفرمود قال رسول الله، امام صادق من فرمود من محکم میگم قال الله، ما تا خود خدا هیچ انقطاعی نداریم. این سلسله سلیل، امام صادق از قول پدرم، از قول پدرش، از سید الشهدا، از امیر مؤمنان، کیه اون شاگرد اول پیغمبر، کیه نفس نبی، از رسول خدا، بله بی واسطه رسول خدا، از جبرئیل، جبرئیل عن الله تعالی. اینجا هیچ خدشه ای نیست، یعنی اصلی ترین سرمایه اتصال به حق تعالی و معنی هدایت رو ما به لطف خدا داریم. اما هیچ میدونید فاصله مدعیان امامت و ترویج مکتبی غیر از تشیع که شدن مثل همون ابو حنیفه و مالک و اینها، حالا تا جناب شافعی، اینا فاصله حیاتشون، فاصله حیاتشون تا رحلت پیغمبر ببینید چقدر، چند ده ساله. یعنی پیغمبر از دنیا رفته، آقا چند ده سال بعد تازه چشم به دنیا باز کرده. خب چشمشو باز کرده از کجا باید بگیره؟ خودش میگه، میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگه دو سال گدایی در حریم حضرت صادق علیه السلام نبود، اصلا ما چیزی برای ارائه نداشتیم. ولی تقابل با امامت چجوری اینا تو این عرصه آمدن؟ چون تقوا نبود، چون بصیرت نبود. بعضی از مورخین قائلن از ابتدا اینا اصلا برای نفوذ آمدن، بعضی وقتا هم اومدن نه، رو ذهنشون طاغوت پنهانی سوار شد، کار به جایی رسید که اومد ازش سوال کرد آقا چی کار باید بکنیم تو نماز، سنت چیه؟ چشم موقع خوندن مثلا قرائت بسته باشه، باز باشه؟ اونی که امام انجام میده ضدش رو مطرح کرد، گفت برو ضدش رو عمل کن. اینجوری عمل میکردن تو حتی ظواهر. الله اکبر، چه دلهایی که ریزش پیدا کرد، چه خطهایی که گم شد. ولی تو این عرصه اون وقت ارکانی هم تربیت شدن که هر مسلمانی، پیغمبر فرمودن اگر بخواید بر منهاج حقیقت قدم بردارید، باید دستتون تو دست علی و بچه هاش باشه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره پروان، ره افسانه زدند. پیغمبر فرمود بعد من امت من 73 فرقه میشن، 72 تاشون در کثرت اشاره داره، در مسیر
زلالتن گمراهین، فقط یک فرقه ناجیه هست، یک مسیر و بیشتر نیست، یک طریق بیشتر نیست. صراط اقوم، صراط مستقیم، مکتب علی و بچه های علی است. پیغمبر اینو تصریح کردن. بعد فرمودن مردم مثال علی مثال کشتی نوح، ملازم علی شدید نجات پیدا کردید. از علی جا بمونی و بر فرزندان علی، اسم و رسمت مهم نیست، هر کیم باشی طوفان گمراهی میبردت. چقدر جناب خواجه شیراز، حالا آیات رو با 14 قرائت میخونده، اما حافظ، حافظ شیعه حافظ دینشه که بعضی از ابیاتش دیگه از این حقیقت اندیشش رو نمایی میکنه. این جای توری هم نذاشته، این جای اظهار غیر هم نداشته. بعضی از بزرگان دیگه در شرایط تقیه بودن، حافظ حرفاشو علنی زده. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. هیچی برات باقی نمیمونه منهای سرمایه ولایت. چی دارن؟ چی دارن اونایی که علی رو ندارن؟ قربون اون آقایی برن که با افتخار تبلیغ مکتب علوی رو میکرد. این جمله امام صادق بالاترین مبانی و معانی فهم ولوی بودن، علوی بودن یه افتخار دیگه. امام ما میفرماید، صاحب امروز که از آقامون انشاءالله برکات میخواییم، میفرماید مردم عالم ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. خیلی حرف توشه. چون بنی العباس با یکی از کارهایی که بازیگری میکردن تو نسبتها بود دیگه، میگفتن ما پسرمو پیغمبریم، ما اصلا با این خانواده فامیلیم، ما ابن عم رسول الله، ما با حضرات معصومین پسر عموجانیم. نسبت بله، ولی امام میفرماد مردم عالم، من این که مرید امیر المؤمنین جدم علی ابن ابی طالبم، خودمو ملزم به ولایت میدونم، این نزد من سلام علیکم دوست داشتنی تر است از این که بگم من ولادتم از مولا و بچه امیر المؤمنینم. چرا؟ دلیل برای اینکه فرمود امام صادق فرزند علی بودن فضیلت، فرزند امام بودن فضیلت. ولی ما فرزند امام هم داشتیم، آقا کارش به شرک عملی افتاده، کارش به زلالت افتاده، بر منهاج توحید و عاقبت به خیری نرفته. فرزند امام هم بوده، فرزند امام. الله اکبر. خود امام صادق فرزند داشتن منحرف شده از این خط و صراط اقوام ولایت. چقدر جمله بالاست. فرمود برای اینکه ولادت از امیرالمؤمنین، بچه امیرالمؤمنین بودن فضیلته، اما ولایت علی برترین فرض و واجب خداست. فرق است بین این فرض و اون فضیلت. بالاتر از این سرمایه تو عالم نیست که آدم خودش رو مقید به ارادت به ساحت مولای ما داشته باشه. حالا تو این شرایط و همه فشارها، وقت آقا این دامنه وسیع معرفت افزایی رو رونمایی کردن که خیلی شاگردانشون عزیزان هر کدومشون یک استوانه ای شدن در هم انتقال معانی معنوی دین، هم نجات نظام بشری در علوم ملکی و تجربی، در طب، در نجوم، در ریاضیات، در علوم پایه مثل شیمی. تمام اون چه که شما میبینید، من اول گفتم افتخار نکنیم بگیم امام صادق مال ما شیعیانه، عالم اهل سنت بگه اگه این آقا نبود ما هیچی نداشتیم. بالاتر بگم امروز جامعه بشری مدیون وجود نازنین حضرت شیخ الائمه امام صادق. اون کرسیی که پدر بعد از عاشورا تقدیم و تفویض کرد، آقای ما در این فرصت فترت بی نظیر و بی بدیل افرادی رو تربیت کردن که برای بشریت بالاترین ارمغانهای علمی و عملی رو نصیب کردن. خدایا به آبروی امام صادق با نیت صدق
لحظه و کمتر از لحظه و آنی ما رو از ولایت جدشون امیر المؤمنین جدا مگردان انشاءالله. حجرسن آقای میرزایی عزیزمونم شرفیاب شدن. بریم عرض ادبی کنیم رو عاشورای امام صادق. مراجع ما برای این عظمت پا برهنه تو دسته های عزاداری قرار میگیرن، چون سخت آقا یه همچین آقایی با این عظمت. اون نااهل ابن ربیع سوار آقای ما پیاده، خیلی نامرده، اما خودش میگه یه لحظه برگشتم خجالت کشیدم دم این پیر مرد، نفسهای آقا به شما رو افتاده، این دانه های عرق مثل الماس رو صورت آقا نشسته، خودم از این وضعیت خجالت کشیدم. اما تو این احضارهایی که اتفاق افتاده بود، این بار منصور دستور داده بود فضل ابن ربیع میری حضرت جعفر ابن محمد رو بیاری، امشب تصمیم قطعی دارم، میخوام کار رو فیصله بدم، من خسته شدم تو این مبارزه، ما هرچی در ساحت قدرت و ثروت جلو میریم، هرچی ریاستمون رو میخوایم تقویت بکنیم، کیاست این آقا، صلابت این آقا، انس مردم با این آقا ما رو بیچاره کرده، من دیگه طاقت ندارم، مصممم امشب کار رو تمام کنم. تو دل سحر آقای ما رو بعضی نوشتن بمیرم. عجیب شهر مدینه، چقدر روزه هاشون شبیه جدشون امیر المومنینه. کربلا یه صورت رو زمین افتاد، ولی مدینه دو تا صورت رو زمین خورد. یکی وجود نازنین امیر المومنین، وقتی خبر شهادت زهرای مرزیه رو دارن، نوشتن علامه مجلسی میگه فوقع علی علیه السلام، الهی نباشه، اما روز عاشورای امام صادقه که عرض میکنم، میگه وقتی شبون از در وارد نشدن، از دیوار ریختن آقا رو خواستن ببرن، آقا رو سجاده عبادت بود، جوری سجاده رو از زیر پای آقای ما کشیدن، امام صادق هم با صورت زمین خورد، بعد آقا رو بردن با اهانت. تصمیم پس تصمیم قطعی است. قربون این حال و صفاتون. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایوه الصادق و یبن رسول الله دخیل و کیا مولای. جلسه صبح زود نمیشه جایی برگزار بشه آدم یاد بقی نکنه، بقی رفتن، اونایی که مدینه رفتن صبح زود بقی و قربتش رو میدونن. توی حسینیه روز این همه چراغ روشن منور مزگین به عشق آقا جان اومدید اول صبح، اما بمیرم برای بقی غریب که روزش آفتاب، شب هم یک چراغ نیست، یه شمع برای آقای جان ما نیست. انشاءالله توفیق پیدا کنیم تو پروژه بقیه به زودی زود انشاءالله. روز روز صلابت شیعه است. دشمنانی که همه جوره تصور میکردن کار تمامه و فکر میکردن میتونن این سفره مکتب علوی جعفری رو جمع بکنن، امروز سرپایین انداخته، تسلیم در مقابل عزم و عظمت و مقاومت این اندیشه ناب، کرنش، نه فقط گرایش، کرنش پیدا کردند و اومدن فهمیدن نه آقا، نظام طاغوت رو به فناس، هر چقدر هم پایه‌گذاری بشه، طراحی بشه، فهمیدن تک قطبی تو دنیا نداریم، شیطون داد و بیداد داره اما زور کامل نداره، فهمیدن آقا این همه میلیاردها ازشون گرفته شد، ما شما رو ایمن میکنیم، تأمین میکنیم. یه نکته قابل گفتنه، خدمت سردار عزیز چند روز پیش قم بودیم، سردار قانی عزیز فرمود اون پهبادایی که رفت و آرامکو رو زد زمانی که اینا اون سپر موشکی میلیارد دلاری رو طراحی کرده بودن، عجیبه، میگفت اونجا اینا ابداع خودشون بود، با چارپای صندلی، این همون ابابیل عصر ماست، با چارپای صندلی اینها طراحی شد و رفت و اون بساط رو به هم زد، صندلی هایی که مستهلک شده بود، پایه این پرواز صندلی بود. شیعه هایی که وایسادن پای اشهد و ان علی ام ولی الله، به زیر کشیدن اقتدار پوشالی و ظاهر قدرت طاغوتی آل سعود رو. امروز هم ببینیم دیگه، پیوستن سوریه دو مرتبه به جهان عرب، یکی یکی اومدن ها باز کردن ها، این اول چیه؟
یه کلم است، پای علی وایسادن اقتدار میاره. بنا بنای قطعی بود روزمو بخونم، بنا بنای قطعی بود. امام رو آورد، خود فضل ابن ربیع میگه، میگه امام رو روی صندلی مجزایی قرار داد، با بی‌ادبی به آقا جان ما خیره شد. منم از تصمیمش مطلع بودم، به من قطعا گفته بودم شب کار رو تمام میکنم ما از این عظمت آسایش پیدا کنیم. میگه رفت جلو، دست رو قبضه شمشیر، چشم در چشم امام، نزدیک این صندلی که خودش به عنوان مسلخ امام قرار داده بود نزدیک شد. میگه مرتبه دیدم لرزید، رنگ رخسارش به هم ریخت، برگشت. بار دوم رفت، برگشت. بار سوم که رفت، میگه مرتبه دیدم رعشه به وجودش افتاد، افتاد رو پاهای امام صادق. من جا خوردم، افتاد رو پاهای آقا، آقا ببخشید، معذرت میخوام، من حالم حال مستیه، نفهمیدم چه غلطی کردم، عذرخواهی میکنم. هدایایی رو سریع تنظیم کرد، به من دو مرتبه مأموریت داد. هم آدم بی ادبی که اونجوری آقا رو برد، گفت آقا رو تکریم کنید، آقا جان رو ببرید ادب کنید به ساعت حضرت. رفتم مأموریت رو انجام دادم، برگشتم. گفتم منصور مگه مصمم نبود این کار رو تو به من وعده دادی؟ چرا اینجور به هم ریختی؟ گفت بار اول رفتم جلو، یه لحظه دیدم وجود نازنین پیغمبر مقابلم ایستاده، با اخم به من نگاه میکن. پیش خودم گفتم حالم حال مساعدی نیست، وهم. یه چرخی زدم اومدم، بار دوم اومدم، دیدم این رگ هاشمی رسول خدا بیرون زده. آقای نگاهی به من کردن، طوری دست اشاره به من نشون دادن که این آستینشون بالا رفت، اشاره کردن. بار سوم که رفتم صریحا فهمیدم رگ حیاتم الان قطع میشه، اگر بخوام به ساحت امام صادق جسارت کنم نمیمونم که برا صندلیم به جنگم. چرا بعضی ها دیمون گریه میکنیم؟ من که دارم تمجید میکنم، میگم امامتون رو تکریم کردن، بله اول بیادبی کردن، اما آقا رو با ادب فرستاده، رسول الله اومدن دفاع کردن. قربون این دقت و حالتون، یه عمر پای این منبرایید، اما میخوام بگم یا رسول الله، آقا جون اینجا یه شمشیر برهنه هم نشد. آخه مدینه شمشیری که برای مولا کشیدن شمشیر برهنه کرده بودن بالا سر امیرالمومنین. منصور قبضه دستش خشک زده بود، اصلا شمشیر بیرون نیومد. آقا یک غلاف و نیام با هم در حریم جسارت به فرزندتو ندیدی یا رسول الله. آقا محکم ایستادید، مصلحت الهی این بود در اون دوره آقای ما با صلابت بمانند، اما میخوام بگم یا رسول الله، آقا بی ادبی نمیکنم اما جاتون خالی بود. من نمیخوام اصلا از شمشیر بگم، میگم آقا جاتون خالی بود، اون جایی که شمر دون با یه خنجر رو سینه ی آقای ما نشسته بود، رو سینه نشسته بود. آقا اونجا کاش بودید به شمر جسارت نمیذاشتید این جسارت بگید که ارباب ما به زبان بیان یا شملقد ارتقیت مرتقن عظیما. رو سینه آقا یکی دیگه بگم برای اونایی که هنوز عشق نریختن، آقا جون کاش اونجایی که شمشیری به کار نبود، بله اینجا یه دشنه کوچیک بود، بله شمشیرها رو نمیگم، نیزه ها و سنان ها رو نمیگم، نه آقا جان، کاش به خاطر دل عمه جان امام زمان، به خاطر دل زینب که خیلی دل نوازی کردن حضرت زهرا امیرالمومنین، آقا جون کاش اونجایی که داشتن اسبا رو نعل تازه میزدن و ده نفر که بیان اونجوری تشییع پیکر کنن، ای کاش اونجا تصرف میکردید و مانع میشدید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.